شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. دکتر هلاکویی عزیزم، بد جوری در گل موندم. عیبی نداره. تو گلاب چه کار میکردید شما؟ والا فکر کنم عدم آگاهی از روش های تعلیم و تربیت منو به اینجا کشونده. خب حالا به من بگید که از کجا تلفن میکنید عزیز؟ از آمریکا تماس میگیرم. چه مدتی از آمریکا هستی؟ 14 سال. چند سالتونه؟ 56 سال. اون وقت اینجا با کی هستی؟ چه کسانی الان دور برتونن؟ من با دو تا دخترم و همسر سابقم از ایران اومدیم. منتها همسر سابقم خیلی مشکلات عدیده داشت و برادرش اسکیزوفرنی داره که من فکر می‌کنم این مقدارش هم در وجود ایشون بود که هیچ وقت کار نمی‌کرد و بچه ها رو کتر دختر بزرگم رو کتر کرونه. همین دخترم که میخوام راجع به صحبت کنم همیشه کتک میزد، باهاش خیلی بد برخورد میکرد و حتی من نمیدونستم، چند سال متوجه شدم که دخترم توسط پدرش پاتولمس میشده، اذیت میشده. گفتید بچه ها چند سالشونه؟ یکی 30 ساله، یکی 34. و اون وقت چی خوندن، چی میکنن دختراتو؟ من دختر کوچیکم داره مسترشو میگیره توی بیزینس و دختر بزرگم چون خیلی هنرمنده، هم کاری هنری میکرد، میفروخت نقاشی رنگ روغن و همون که مدرک آرشگری گرفته بود در رابطه با آرشگری کار آرشگری میکرد. و ازدواج کردن یا نه؟ ولی نه، مشکلم همینه، دختر بزرگم ازدواج نکرده. از همین سنین نوجوانی وارد رابطه که اون موقع نمیشه گفت، ولی همیشه افراد پسرایی رو میپسندید که خیلی عجیب و غریب بودن. مثلا همیشه میگفتن مثلا دیدیمش مثلا تو کوچه با یکی دیدیم یا توی اینجا که قلبی میکشن مثلا دیدیم از این پسرای خیلی عجیب و غریب. بعدم که ما وارد آمریکا شدیم بکنم یه 2 ماه بیشتر نگذشته بود، با یه برای 13 به در رفته بودیم، با یکی از این پسرا اونجا آشنا شد و منم چون همین هفته اول که اومدم جدا شدم از همسر سابقم مجبور بودم که کار کنم چون نه به خودم پولی نیاورده بودم و زبان خوبی بلد نبودم، نمیتونستم کار خوبی بگیرم و به خاطر اینکه بتونم مخارجم تأمین کنم مجبور بودم که خیلی ساعت‌های زیادی کار کنم. یعنی در خانه سالمندان کار میکردم، 4 روز پشت سر هم نمیتونستم بیام خونه، 4 روز اینجا بودم. به خاطر همین نمیتونستم بالای سر بچه ها باشم و این دختر من با اون آفیسر کارشون شدن. والا من گفتم ایرانی هم فکر بدی به سرم نمیزد، ولی بعد متوجه شدم که این پسر معتاد هست. یه نفر به من زنگ زد گفت که این مواد مخدر میفروشه، دراگ دیلر هست. خلاصه من هرچه خواستم باش مثلا صحبت کنم که مثلا این آدم خوبی نیست که به من حرف من گوش نداد. 5 سال در اون رابطه بود، در رابطه با اون پسر بود که بعد بالاخره با خواهر کوچیک‌تر صحبت میکرد، من صحبت میکردم مثلا صاحبکاری صحبت میکرد، دوستاش صحبت میکردم، میگفتن این آدم خوبی نیست، به درستو نمیخوره. خلاصه از پیش اون جدا شد، اومد پیش ما. من یه آپارتمان خریده بودم، برگشت اومد پیش ما، پیش من زندگی کنه. منتها من یه بار که بدون خبر اومدم خونه دیدم از این بنگایی که باش ماریجوانه میکشن اینا توی خونه است. مثلا من خیلی ناراحت شدم، طبقا نداشتم، اصلا انتظار نداشتم که اینا بخوان هم اون هم دختر کوچیکم بخوان مثلا ماریجوانه استفاده کنن. خلاصه باشون مثلا صحبت کردم و
قول گرفتم، گفتم به شرطی میتونیم مثلا توی خونه بمونیم که مثلا همسایه بالمون میگفت مثلا کیا میان کیا میرن، گفتم به شرطی میتونیم اینجا بمونیم که مثلا این افراد اینجا رفت آمد نکنن و مثلا مواد مخدر میتونم توی خونه مصرف نشه، ولی خب به حرف من گوش ندادن و حالا دیمم اشتباه کردم یه چیزی، گفتم بعد از اینجا بعد از این خونه بریم. بعد این دخترم با یه پسری آشنا شد، یعنی بلافاصله مثلا نگفت من حالا معذرت میخوام یا حالا یه وقتی رو من داری یه چیزی، با یه نفر دیگه آشنا شد که سابقه دار بود، یعنی به خاطر فروش مواد مخدر زندان افتاده بود چند سال، 3-4 سال، ولی خب اومده بود بیرون مواد مصرف نمیکرد و اون به خاطر ترسی که داشت از اینکه بخوان بگیرنش یا چیزی باعث شد که دختر منم ترک کنه، یعنی ما مثلا شد کنه باشگاه میرفتن و ازش میکردن مثلا هم مصرف همسی رو باشد من کنار منتها حرفی که با من گفت که مثلا بیاین با این مثلا با این ببینینش و آشنا بشین و اینا، من گفتم خب این آینده نداره، نه تحصیلاتی داره نه آینده داره، حتی به خاطر سابقش کار بهش نمیدن و چون من موافق نیستم که شما بخواییم با هم ازدواج کنیم، اینه که من اصلا مایل نیستم که بخواییم بیان ببینیم. خلاصه 5 سالی هم با اون بود، بعد از هم جدا شدم بلافاصله، یعنی قبل از اینکه بخواد از اون جدا بشه متاسفانه با یه مرد آمریکایی آشنا شده که آمریکایی ردنک هست، 2 تا پسر داره، یه پسر 8 ساله یه پسر 11 ساله داره و خیلی مشکل داره، خیلی توسط پدر و مادرش ابیوز میشده، کتک میخورده و خودش هم این مشکلات رو داره، الکلیه. من دخترم میگفت که مثلا مشروب که میخوره میاد 24 ساعت مثلا توی از دست بلند نمیشه، از هیچی حال رو بسه نمیفهمه. بعد میدونم که مثلا شروع کرده دوباره ماریجوانا میکشه چون آقا میگه. حالا دخترتون چرا یه همچی آدمی رو انتخاب کرده؟ فایدهش برش چیه؟ من نمیدونم. آخه الان بدترین چیزی که چیز بدتری که اتفاق افتاده اینه که این کتکش میزنه، یعنی مثلا میبینی کبوده زدتش، اجازه کار نداده بهش بره، شوهرش نیست دوست سرشه ولی سر کار اجازه نداره بره، به خاطر اینکه این میگه ممکن اونجا یه نفر بیاد تو رو ببینه به من خیانت کنی. تمام شبکه های اجتماعی رو که داشته حق نداره استفاده کنه، گوشش رو شکسته، حق نداره با کسی صحبت کنه، دختر کوچیک منو حق نداره ببینه. خب حالا این درباره دختر بزرگ، حالا به من بفرمایید فکر کنید چرا اونجا مونده؟ من یعنی ما تو مفهود موندم، من نمیدونم تمام تابلوهای نقاشیشو شکسته. خب آخه این نشون دهنده اینه که دخترتون معتاده، به دلیل اعتیاد به اون وابسته است. ولی چیزی که من نمیخواستم باور کنم. خب ما در دنیایی هستیم که قرار اول واقعیت رو بدونیم با باورمون چه کار داریم. خب منم دخترتون بیمار و گرفتار و معتاده، به من بگید، گفتید که شما چند سال الان امریکا هستی؟ 14 ساله؟ بله. یه دخترتون 20 ساله بود اومد اینجا؟ بله. خب این ما برای من یه تکس فرستاده بود که تو به من دروغ گفتی، تو به من دروغ یاد دادی، تو به من پسر معرفی کرده بودی. من یعنی همینطوری گفتم چطوری حرفا رو میزنه؟ گفتم من هیچ وقت همچین چیزی نگفتم، همچین حرفی نزدم. بعد گفت نه من اصلا تو رو نمیخوام ببینم. و حالا شما چه اصرار داری که بخواید ببینیدش؟ حالا بعید نیست که نه ببینید، دختر شما هم میتونه معتاد باشه، هم بیمار، هم ترکیب هر دو تا، حالا غیر از اعتیاد که خودش بیماریه، ولی شما کاری نمیتونید بکنید. خب بعد فهمیدم اون نداده، دیدم تسره نوشته از جاش که این مثلا ارتباط. خب شما اگر فکر میکنید که مثلا اون پسر دخترتون اذیت میکنه یا اونگونه که گفتید، اگر به پلیس گزارش بدید ممکنه من اون گیر بیفته هم جدا بشه. خب آخه مدرک میخوان، شواهد میخوان. روزی که رفتن پس دخترتون در دیدن بدنش کبوده، دیگه مدرک و شواهد از اون بیشتر چی؟ بعد من میگم اگر بگم بعد این خودش مثلا دینای کنه، بگه من نه ببینید یه مقدار موارد هست که مسائل جرم عمومیه، بنابراین مثل کسی رو بزنه بعد بگه من نه کتکم نزد،
دادستان وارد میشه میگه ما دلایل و شواهدی داریم که زده، بنابراین گوش به حرفتون نمیدن. حالا من اونو میتونیم با یه وکیل مشورت کنیم، ولی الان آخی ببینید شما اولا یک حتما اشتباه بوده مهاجرتتون، حالا اون گذشته، بعدم هنوز نیومده شما اینجا طلاق گرفتید، خب این سال داره چی بشه؟ بعدم به هر حال بچه دخترها به اینجا رسیدن، حالا سوالتون، مسئلتون، مشکلتون، چیزی که ممکنه بخواید بگید چی عزیز؟ من میخوام ببینم، مثلا تصمیم داشتم گفتم برم هفته دیگه، مثلا برم ببینم اگر مثلا مرد نیست، دم خونه نیست، مثلا یه در بزنم، مثلا حالشو بپرسم، مثلا رو در رو یه سال ندیدمش، ببینم مثلا خودم چی برداشت میکنم، ببینم مثلا حال روزش چجوریه، ببینم راضی میشه مثلا از اونجا بیاد بیرون، راضی میشه فرار کنه، مثلا بهش بگم مثلا ببرمش، مثلا بیارمش اینجا، چون اونا از اون جایی که ما زندگی میکنیم 3 ساعت فاصله دارن، مثلا بگم بیاد اینجا. نه به نظر من شما حتما برید سراغش، حتی به نظر من اگر امکانشو دارید یه کمی یه روز زودتر برید، بدونی که برید اونجا ببینید چه خبره، چه جور خونه ایه، چه جور رفت آمدیه، چه خبر از اونجا، بعد برید چه اشکال داره که مادر بره سراغ فرزندش ببیند که دخترش چه حال و وضعی است، چون شما ممکنه برید ببینید بسیار آشفته و به هم ریخته است، یا برید بگید نه در رو تمیز و پاکیزه است. خب داشتن این اطلاعات خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. بعدم حرف شما این است که من اگر کاری بتونم برات بکنم، میتونم نقشی داشته باشم تو زندگیت که تو راحت و خوشحال و آسوده باشی، بگو. این ولی این که بخواید نصیحتش کنید و سخنرانی کنید اینا به درد نمیخواد. من چون میدونم مثلا چند وقت پیش مثل اینکه هتل رفته بودن اونجا، توی لابی اونجا مثل اینکه دختر من زده بود، بعد اون زنگ زده بود، اون شمارش مثل اینکه داده بود به اون خانمی که اونجا رسپشنیست بود، اون زنگ زده به دختر کوچه که من، بعد گفته میخوای زنگ بزنم به پلیس، میخوای زنگ بزنم به پلیس، این گفته بود که نه نزن. بعد مثلا سوار شده بود اومده بود، ولی همیشه تو این گونه موارد باید زنگ بزن، همیشه باید پلیس رو درگیر، در امریکا باید درگیر کنیم، و الا با شرایط بدتر، خطرات بیشتر، برخی از اوقات با آسیبی که میخوریم، بعد به خاطر آسیبی که ناخواسته به دیگران میزنیم، این دفعه میریم 20 سال زندان. یعنی چند بار مثلا برگشت، ولی انقدر نمیدونم تهدیدش کرده. نه به نظر من دختر شما بیمار عزیز، چون شما یه اشاره به ماجرای اگر اشتباه نکنم عموی دخترتون کردید که اسکیزوفرنیه. خب بله، خب بنابراین وقتی تو خانواده اینقدر نزدیک درجه 1 و 2 اسکیزوفرنیه، دختر شما نمیتونه سالم باشه. دوم اعتیاد، آدمو به هر حال بگذاریم از اینکه خود اعتیاد از یه جهت بیماری موجب بیماری های فراوان میشه، شما دو تا کمک دارید، یکی اینکه به هر حال اگر لازم شد پلیس رو درگیر کنید نترسید، و دومی که بتونید بفرستش بره یه روانشناس، روانپزشک رو ببینه اگر بره، ولی اینکه شما بتونید با گفتگو و صحبت و پند و اندرز و اینا به جایی برسید، نه اصلا کار نمیکنه. ولی میخواید به عنوان یه مادر خبر از حال دخترتون داشت باشید، حتما برید، هیچ کس شما رو به خاطر این کار سرزنش نمی کنه، حتی هر چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی درگیر نشید. این که برید بهش بگید جدا شو اینا مسئله نیست که کار بکنه. برای هر روشون خودش بگیم میخوام بمونم. خب معلومه کارش نمیتونید بکنید. منم عرضم دقیقا همینه. ببینید شما توانی ندارید هیچ گونه. بعد یه سوال دیگه، من این دختر کوچیکترم هم این مشکل همین ماری جوانا رو داشت همین سالها پیش، اما خب مثلا خودش رو کشید بالا، مثلا اونها رو همه رو گذاشت کنار، شروع کرد درس خوندن، الان واقعا همه چیش ایدال، همه چیش فوق‌العاده است، و من باهاش صحبت میکنم مثلا میگم بیاد از اینجا بیاد پیش تو مثلا با هم باشین، میگه من نمیخوام پیش من باشه. نه عزیزم، دومی رو درگیر نکنید. ببینید ما یه قاعده ای در این طبیعت داریم که هم از در روانی درسته هم فیزیکی، گرایش انسان به سمت در حقیقت بدیه، به سمت عدمه، به سمت نبودنه،
و بنابراین یه دختری الان داره نسبتاً عادیه، ولی چی این خواهر بیاد پر به شما؟ فکر کنید اون میتونه حمایتش کنه یا به راه راست هدایتش کنه؟ هرگز. میگم این دختر کوچیک میگم یه جا داشته باشه، برای اینکه خب من اون دخترم الان یک سالی هست فکر کنم کار نمیکنه و اینجا میدونین اگر کسی بخواد بره جایی کرایه کنه بعد نشون بده که مثلا درآمدی داره. بعدم سه تا حیوان داره. هر جا من نگاه کردم برای اجاره کردن، اول از که سگش بولداگه، 90% هم سگ رو قبول نمی‌کنن و سه تا حیوان قبول نمی‌کنن. میگم مثلا می‌دونی یه دونه حیوان مثلا 12 کیلو بیشتر نمی‌کنه. حالا چرا می‌خواید دختر کوچکتون درگیر کنین عزیزم؟ مثل اینکه شما بگید کسی کرونا داره بره پلو خواهرش که کرونا نداره. خب خواهد اونم بگیره؟ نه، من ابدا اینو توصیه نمی کنم. شما از طریق کنار این بچه ها گذاشتم جایی نمی رسید. شما دو تا راه دارید. یکی این که براشون یه جایی می تونید کوتاه مدت هم شده تهیه کنید، فعلا بره یه سال یه ماه دو ماه بمونه تا زمانی که ببینید چیکار میکنید، و دوم این که ولش کنید، ولی این که برید به خواهره بدید ابدا. دختر کوچکتون درگیر نکنید. پیش ما بیاستید، من هیچ مشکلی با اونم ندارم. ای پرو شما باشه که خیلی خیلی خوبه، من فکر کردم شاید نتونید، ولی این حیوانایی که داره مسئله است. بله خب اینا رو بده یه مراکزی بده که ببرن پرگزانی که میتونن مواظبت ما باشن. دخترتون حالش خوبه؟ این دختر من چون خیلی از بچگی علاقه به حیوان داشت و اون موقع هم که ما توی ایران بودیم خب خیلی هم سگ خریده بود، سگ داشت. خب ایران همه مثلا یه وقت کسی مهمونی میومد یه چیزی مثلا خیلی ابراز ناراحتی میکردن، گفتن چرا سگ دارین. منم مجبورش کردم که اونجا ایران که بودیم دو بار بابا شخصی سگ گرفته بود، من مجبور کردم که سگا رو ببره بده. اینا خیلی از نظر روانی روش اثر گذاشته. حتی اینجا هم که اومدیم باز رفته بودیم سگ آورده بود، مثلا نگهداری نمیکردن، همه نظافتش بیرون بردنش، غذا دادنش، بعد میجوید همه جا رو. اونم من بهش گفتم که مثلا این سگه باعث اذیت داد رفت. اینا رو خیلی اثر گذاشته، به خاطر همین فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان راضی بشه که بخواد سگشو یا گربه. آخه سرکار خانم شما راجب چی دارید صحبت میگن؟ اینی که این به خاطر اینا راضی نمیشه؟ خب بیمار دیوانه است. یعنی چی آدم نتونه خودشو اداره کنه، درگیر مواد مخدر باشه، بره یه جایی که کتکش بزنن، ولی دلش خوشه که حواسش به یه سگه؟ خب سگ رو بده به یه کسایی که توان. خب دیگه بنابراین این که شما بگی حرف این است که میتونی بیای پلوی من، ولی من سگاتو نمیتونم نگه دارم. بعد سگا رو بده به آدمای خوبی که میتونن ازشون مواظبت و مراقبت کنن. خیلی هستن که در به در به دنبال این حیوانات خانگی هستن، و در نتیجه اگر او دلش میخواد دلسوزی کنه و کمکی بکنه، خب میتونه همچی شرایطی رو فراهم کنه. به هر حال عزیز، ولی خواهرش رو درگیر نکن. بله. بعد فکر میکنید به این مؤسسه هایی که هستن که کمک میکنن مثلا زنگ بزنم از اونا کمک بخوام یا بخوام، فکر میکنید میتونه یه مدت این جاهایی که کمک میکنن افراد و مثلا اونجا بخواد بزن. من نمیدونم اونجا کجا هستن. فکر میکنم در امریکا حداقل در حدی که من میدونم جایی هست که شما میتونید کسی رو بفرستید بره، مگر اینکه به هر حال یک بیمه ای داشته باشه یا بخش دولتی درگیر شده باشه، مؤسسات خیریه که بیان آدم‌ها رو این گونه نگه دارن. من ازش خبر ندارم. فکر میکنید من هفته یه بار برم ببینمش مثلا کمک میکنه؟ هفته یک بار ببینیدم خاطر خودتون آسوده میشه، همون متوجه میشه کسی هست که یه روزی خواست خودش از این چاه بیرون بیاره دستشو میگیره، چرا که نه. ببینید از این من همیشه گفتم بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ شدن، من شما سه تا کار که بیشتر نمیتونیم بکنیم: یک، در خانه بازی و آغوش گرمی داریم. دو، هر وقت گفتن تقصیر تو، اشتباهی تو، تو غلط کردی، تو چنین و چنان کردی، میگیم قبول، همیشه مسئول من و شما یه پدر و مادریم. سوم، برو دکتر، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. شما به اون میگید برو دکتر، اگرم البته نه اینکه فکر کنید خیلی کار میکنه، ولی که این تیپ موضوع و مسائل موضوعی راحتی نیست، ولی حداقل نجات پیدا میکنن. و بعدم اگر اون پسر بر من پیش روانشناس فرستاده بودمش، منتها مشکل این که با این آقا رفته بود نه. بعد نمیدونم اون چی گفته بود، میگفت این روانشناس گفته که همه تقصیرا به مامانته. آره قبول اصلا من دستش رو میبوسم و بسیار هم خوشحال و سپاسگزارم که حقیقت رو گفتیم. همه تقصیرا هم تقصیر شماست هم من. شما نگران این حرفا نباشید، تقصیر هر کسی هست.
من زدم پای شما رو شکستم کاملا تقصیر منه، ولی شما باید برید پاتون رو درست کنید، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی باز یه تو خواهش می‌کنم ولی دختر کوچیکتون لطفا درگیر نکنید. امید ما هست. لطفا خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.